اگر از فونت‌های یک نواخت تکراری گوگل داکس خسته شدی، این ویدیو برای شماست. توی این ویدیو می‌خوایم ببینیم که چطوری می‌تونیم فونت‌های جدید فارسی و انگلیسی رو به اسنادمون اضافه بکنیم. یکی از کمبودهایی که موقع استفاده از داکس ممکنه با اون روبرو بشید، پشتیبانی نکردن از فونت‌های دلخواهه. یعنی نمیتونید مثل آفیس فونت دلخواه خودتون با فرمت TTF رو توی گوگل داکس آپلود و ازش استفاده بکنید. به غیر از فونت‌های محدودی که توی خود گوگل داکس در دسترسه، روش‌های مختلفی وجود داره تا بتونید فونت‌های فارسی و انگلیسی زیادی رو اضافه بکنید. یه سرویس باحالی که گوگل داره، گوگل فونت، که خوشبختانه از طریق داکس هم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و فونت‌هایی که اونجا هست رو میتونیم به اسنادمون داخل داکس اضافه بکنیم. اما چطوری داخل داکس که ما سندمون ایجاد کردیم، متن مد نظرمون هم نوشتیم، از این نواری که اینجا می‌بینید که در واقع مربوط به فونت ها میشه، مور فونت رو انتخاب می‌کنیم و بعد اینجا می‌تونیم اگر اسم فونت رو می‌دونیم داخل نوار سرچش بکنیم، اگر نه مثلا من دوست داشتید فیلترش بکنیم فقط فونت های فارسی عربی ببینید، از این قسمت توی اسکریپت آل اسکریپت رو می‌ذارید روی حالت عربی. اینجا فونت های فارسی و عربی باحالی داره، مثلا هر کدومی که دوست داشتید اضافه بشه انتخابش می‌کنید. مثلا به نظرم عربی خیلی باحاله، یا لاله‌زار میتونید انتخاب بکنید، دوباره رنگ آبی تغییر پیدا میکنه. اوکی میزنید اینجا. حالا میتونید متنتون رو انتخاب بکنید، دوباره همون مسیر رو برید، ولی به جای مور فونت اونایی که اضافه کردید رو انتخاب بکنید. مثلا امیری رو انتخاب بکنید که اینجا میبینید که مثلا فونتمون به حالت امیری تغییر پیدا کرده و خیلی باحال‌تر شده. تا بحث فونت ها داغه، میخوام یه برنامه باحال واسه جذاب‌تر کردن استوری های اینستاگرام و واتساپ و بقیه شبکه‌های اجتماعی بهتون معرفی بکنم که میتونه خیلی به کارتون بیاد. اسمش فونت های و تمام امکاناتش هم رایگانه. بهترین راه دانلودش هم از طریق لینکی که توی تصویر میبینید و من داخل دیسکریپشن هم لینک رو میذارم. بریم با هم دیگه سر بزنیم. من وارد لینک شدم، اینجا نسخه که میخوام رو دانلود کردم و نرم افزار رو نصب کردم. متنی که میخوام رو نوشتم، از منوی پایین میتونم به متنم یک بک‌گراند اضافه بکنم، هر بک‌گراندی که دوست دارم، و میتونم بین فونت های مختلفی که وجود داره، بیشتر از 100 تا فونت متنوع فارسی و انگلیسی داره، حتی رنگش رو تغییر بدیم و در نهایت به خروجی مد نظرمون که رسیدیم از بالا سمت چپ ذخیره رو میزنیم. بریم با هم دیگه استفادهش بکنیم. مثلا داخل اینستاگرام مثلا حالا یه عکس رو ما انتخاب بکنیم، مثلا همین رو انتخاب میکنم و بعد اینجا توی استیکرها میزنم و اون استیکری که میخوام رو اضافه میکنم، مثلا یه همچین جایی میذارمش و میتونه خیلی باحال باشه و شیرش بکنم. بریم سراغ راه دوم. راه دوم بچه‌ها نتیجهش با راه اول فرقی نمی‌کنه، یعنی در واقع از نظر تنوع فونت همون فونت‌های گوگل فونت رو در اختیار رو می‌ذاره، اما مزیتش اینه که به اضافه کردن فونت‌ها به صورت دستی نیازی ندارید و همه فونت‌ها رو لیست شده زیر همدیگه می‌تونید در کنار تصویر داشته باشید. بچه کاری انجام بدیم، ما اینجا می‌ریم سراغ اکستنشن‌ها. این قسمت اگر دقت بکنید، اکستنشن ادانس رو انتخاب می‌کنیم، گت ادانس رو می‌زنیم و اینجا اسمی که اینجا میگم رو تایپ بکنید که من داخل دیسکریپشن هم میذارم که راحت تر باشید. Extensions Fonts رو من مینویسم. Extensions Fonts اینجا باید بیاد. بله، اینجا ما این رو انتخاب میکنیم و بعد اینستال رو میزنیم. بعدش از شما میخواد که در واقع اکانتتون رو انتخاب بکنیم. من اکانتم رو انتخاب میکنم و روی این اکانت اون در واقع نصب میشه. الاو رو میزنیم و چند ثانیه صبر میکنیم. خب اکستنشن کامل نصب شده و حالا من کافی پنجره رو ببندم و بعد اینجا دوباره همون مسیر رو تکرار میکنم، میرم سراغ اکستنشن ها. به جای اینکه اون ادانس رو بزنم، میام گزینه سوم اکستنسیز فونتس رو انتخاب میکنم و استارت میزنم. اینجا به چند ثانیه زمان بدین، تمام فونت های گوگل فونت رو به صورت لیست شده بهتون نشون میده. خیلی باحال دیگه. مثلا الان من میخوام برم سراغ فونت میرزا، میام اینجا مثلا میرم سراغ اما، حالا متنم اینجا اول انتخاب میکنم، بعد میام سراغ ام، حالا اینجا مثلا میرزا رو انتخاب میکنم و حالا این الان لود نشده، الان شد میرزا. فونت های باحال زیادی داره، اگر حوصله‌اش داشتین حتما یه سری بهشون بزنید و از این طریق ما میتونیم فونت های جدید فارسی و انگلیسی باحالی رو به گوگل داکسمون اضافه بکنیم. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. هر نظری در مورد این ویدیو دارید داخل کامنت ها بنویسید که همه‌شون رو میخونیم. دمتون گرم و خیلی مخلصیم.